فاکتور انعقادی 8.5 میلیگرم در مرتبط با بیماری ایسکمیک قلب عفونت سیستمیک هم یه حالت هایپرکواگول ایجاد میکنه و افزایش ویسکوزیته خون. حالا ما تو در بیماری پریدونتال چی رو داریم؟ هم فیبرینوژن افزایش پیدا میکنه، هم وایت بلاد سل. پس بنابراین اینها رو میگن پس خب ریسک ایجاد ترومبوز افزایش پیدا میکنه. در افراد با بهداشت دهانی ضعیف هم باز این فاکتور ونیبراند یا فاکتور 8 افزایش پیدا میکنه و تشکیل ترومبوز. این هم باز نکته مهمه دیگه. پس میگه عفونت پریدونتال ویسکوزیته میبره بالا، ترومبوجنسیته افزایش پیدا میکنه و ریسک بیماری عروق مرکزی و محیطی رو ما به این ترتیب افزایش پیدا میکنه. خب پس این یه نکته. این جدول هم باز اینا رو همه رو یک کاسه بکنیم دیگه. ببینیم پلاسما فیبرینوژن که گفتیم این نبود توش، LDL VLDL اینها هم سبب میشن که بلاد ویسکوزیتی افزایش پیدا بکنه و ما فیبرینوژن وایت بلاد سل و ونیبراند فاکتور که افزایش پیدا کنه بلاد ویسکوزیتی هم افزایش پیدا کنه. خب و یه نکته دیگه مهم در ارتباط با این فوم سل ها هستن که فوم سل ویژگی پلاک آتروماتوزه. از کجا ایجاد میشه؟ مونوسیت میره به اندوتلیوم، میره زیر لایه اینتیما. LDL توسط مونوسیت استفاده میشه، افزایش هش پیدا میکنه، بهش میگن فونسه که ویژگی پلاک های آتروماتوزه. باز من توی تصاویر پاورپوینت که گذاشتم اینها رو کامل توضیح دادم و میتونی ازش استفاده بکنین که این شکلش بیشتر توی ذهنتون بمونه. مهمترین قسمت ها توی این فصل اینه و یکی هم باز این فنوتایپ ام او مثبت. این فنوتایپ رو ما اینجا به صورت سوال هم من چند تا سوال براتون اینجا مطرح کردم. اینها درشون مونوسیت و ماکروفاژ افزایش پیدا میکنه، ترشح سایتوکین و پیش التهابیشون. چه بیماری های مرتبطه؟ پریدونتال مهاجم، پریدونتال رفرکتوری و تایپ 1 دیابت هستش که با اینها مرتبط هست.